سلام بیننده های عزیز و علاقه منده خوب برنامه بیبینو با پس. انشالله که جور صحتمند باشین و ما هم دوست های عزیز خوب هستم و خدا را سپاس گذارستم که باز هم فرصت ازیر داد که دوباره در خدمت شما عزیزا قرار بگیرم و امروز هم غذای بسیار خوب خوشمزه در اثر تقاضای شما عزیزا در برنامه به خود آوردیم. دوستا پس بیننده باشین تا پایان برنامه با ما همراه باشین و غذای امروز ما دلمه هست دوستا. ولی دلمه از گوشت داخل کدو پر میکنیم. شما خواهش کرده بودین که بر ما دلمه آماده کنید و من خواستم امروز در برنامه بر شما به معرفی بگیرم. ولی قبل از اون مواد لازمه گوشت سرخی گوساله ماشین شده 200 گرم دوستا و کدوگک هم چنان دوست عزیز میتونیم که بگوییم 4 عدد و آرد 2 قاشق. خب 2 عدد بادمجان رومی، نیم قوز سیر، 1 عدد مرچ دلمه، پیاز 1 عدد، مرچ تند، نمک و مرچ سیاه و مطابق ذوقتان دوستا. یک قاشق تخم گشنیز، 2 قاشق مسکب، 2 قاشق پنیر، 1 قاشق رب و پنیر پیزا هم چون دوست عزیز به مقدار لازم. غذا امروز ما همینجا آماده میشه، هم داخل داش دوست عزیز. کسایی که داش دارن و پس گوش نکنین، غذای بسیار خوب خوشمزه است. کسایی گفتیم که همیشه دوست عزیز ما در برنامه یادآور شدیم که همگی در خانه خود داش دارن. یعنی خب دوست عزیز، کسایی که فرمایش دادن ولی قبل از اینکه ما گوشت سرخ کنیم میخواییم که نامشون رو به خانش بگیرم. ظریفه جان از قلعه فتح‌الله و مسکا جان هم از برلین، خب مهناز جان هم از کوتل خیرخانه، شهرام جان و علی رضای کوچک از کشور ایران تماس گرفتن، گفتن برای ما دلمه آماده کنیم. خدا کنه که برنامه رو ببینن دوست عزیز و دلمه که آماده میکنم مطابق ذوق امروزشان باشه. خب حرارت روشن میکنیم ولی میخواییم که گوشت دوستا یک تفت بته میشه. یک انداز روغن استفاده میکنیم داخل کرایی. خب سیره باید ریزه کنیم. بله باید انباز دیگه مواد رو دوستا پسانتر اضافه میکنیم. خب کارده میگیریم 4 دندانه یا نیم قوز سیر دوستا عزیز. غذایتان خوشمزه میسازه، همیشه باید سیر استفاده کنین. برای ازی مفاد بسیار خوب داره برای شما و خصوصا از طرف صبح اگر با یک گلاس آب نوش جان شود او سایزیز. کسایی که وزنشان زیاد است برای ویزی که دیگه فواید خیلی زیاد داره، یعنی از وزن هم دو سایزیز کاسته میشه اگر به این شکل امرای یک گلاس آب یک دندان سیر استفاده شود. خب سیر اضافه کردیم بالای روغن، پیاز همچنان دو سایزه میکنیم تا زمانی که کم سیر تفت میخورم. خب یک عدد پیاز، فرق نمیکنه اگر پیاز سرخ باشه یا پیاز سفید باشه، ولی امروز دوستا در سبد ترکاری ما پیاز سرخ بود، ما از پیاز سرخ استفاده کردم و اگر از شما پیاز سیاه سفید میباشم فرق نمیکنه. خب گرچه پیاز سرخ زودتر حل میشه در غذا خوب است، ولی یک کمی که رنگ غذا را تغییر میده، تاریک میسازه، به همین علت زیادتر مردم استفاده نمیکنن ازش، ولی خوب است اگر پیاز سرخ استفاده شود. خب دوست عزیز پیاز هم به شکل نگین نگین خرد ساخته و قسمی که عزیزای ما تماس گرفته بودن و خواهش دلمه رسما کردن. خب این پیاز بسیار داغ بود، سرخ بود، چیز بود دیگه، شوای ما رو دوست عزیز سوخت گرفت. یکم حرارت زیاد میسازیم. بله سیر اضافه کردیم دوست عزیز. قبل از اینکه پیاز اضافه بکنیم ما میخواییم که گوشت اضافه بکنیم. گوشت دوباره ماشین کردیم، خودم دوست عزیز در داخل آشپزخانه ماشین کردم، ولی از اینکه وقت برنامه ما کم است ایجاب نمیکنه که در برنامه ماشین کردنش هم ما بر شما بگیریم. قبل از اینکه ماشین کنیم دوستا منظم گوشت پاک شستیم، بعد از او باز ماشینش کردیم. خب گوشت کمه اجازه میکنیم که بالای روغن خوب رنگ خود سفید بگردانه دوستا، بعد از او باز پیاز اضافه میکنیم. بله و کدوگک ها دوستا کوشش کنین که از کدوگک استفاده بکنین که یک اندازه خوبتر باشه و بتانن که داخلش خوبتر جا به جا شوه مواد. خب ما از قسمت وسط کدوگک ها را نصف میکنیم، پایین و بالایش را گرفتیم دوستا. خب بخاطر از اینکه تا گوشت سرخ میشه شما هم دوستا ببینین که به چه شکل ما مواد داخلش دور میسازم. فقط یک بند کلک دوستا این قسمت میمونیم، یک بند کلک هم این طرف، فقط به این قسمت به این شکل قاشق تماس میتیم
ببینین به این شکل و هایست هایست بسیار براحتی دوستا شما میتونین که مغز زیره دور کنین یا با کارت همچنان دوستا بله به این شکل بسیار راحت میتونین که مغز کدوره دور بسازیم و تا حد دوست عزیز مکمل باید مغزش رو دور نسازیم که کاملا پوستش باقی ببانه فقط یک اندازه باید مغزش هم باید باقی بانه ببینین بسیار خوب دوست عزیز ما مغزش دور کردم خب به این شکل تمام کدوارم دوست عزیز مغزش دور میکنیم و مواد را که سرخ میکنیم یعنی گوشت است با همین مصالحاتی که میبینین داخلش آماده میسازیم و خب پنیر خوب معرفی گرفتیم دوست عزیز ولی پنیر را میخواییم داخل یخچال بانیم به خاطر که نرم نشه بعدا باز ما استفادهش میکنیم خب پیاز اضافه میکنیم داخل گوشت بله بالای گوشت دوست عزیز یک عدد پیاز هم اضافه کردیم و آیست آیست پیاز دوست عزیز سرخ میشه خب ما مرچ دلمه را هم دوست عزیز ریزه میکنیم و مرچ دلمه ذائقه بسیار خوب میتبره غذای امروز ما و همچنان است بادنجان رومی به شکل که پیاز ریزه کردیم دوستا تمام مواد را که بادنجان رومی و مرچ دلمه است به می شکل ریزه میکنیم و دو عدد مرچ تند هم به جای از اینکه از پودر مرچ استفاده بکنیم مرچ تازه استفاده میکنیم بله نسبتاً به مرچ پودری دوست عزیز ضررش کم است و کسایی که اصلاً هیچ تکلیف معده نداره برای اونها هیچ مضر نیست دوستا میتونن که استفاده کنن فواید بسیار خوبی داره و همیشه در غذاهای خود استفاده کنن نه اونقدر زیاد که تند باشه بسیار کم دوست عزیز خب دوست عزیز تا که گوشت آماده میشه و مغز کدوگه که هم دیدین که به شکل خالی کردیم و میریم یک رفت و برگشت بسیار کوتاه مواد لازم را فراموش نکنین دوباره برمیگردیم مواد لازم دلمه کدوگک گوشت سرخی ماشین شده 200 گرام کدوگک 4 عدد پیاز 1 عدد سیر نیم قوزه مرچ دلمه 1 عدد رب 1 قاشق بادنجان رومی 2 عدد مرچ تند 2 عدد مسکه 2 قاشق آرد ترمیده 2 قاشق قیماق 2 قاشق پنیر پیتزا به مقدار لازم تخم گشنیز 1 قاشق مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم به ادامه برنامه خوش آمدین. عزیزای دل دو یک تخمپزی دیگر که روی گاز می دیدین بسیار کم روغن و فقط به اندازه 2 قاشق روغن و دلمایی را که خالی کردیم قرار می دهیم رویش حرارت کم زیاد می سازیم و یک همه که می خواهیم که سرخش کنیم در اثر همین سرخ کردن کم آب خود هم خشک می کنند دوستا چرا که کدو خودش می فهمین که کدوگک یعنی آب تولید می کنه همی که حرارت بگیره و خب مسکره هم دوست عزیز داخل از این ظرف دیگه یا دیگه دوست ها اضافه میکنیم و میخواییم که یک ساس سفید بر روی شما آماده کنیم باز بستگی به خودتان داره اگر شما هم دوست عزیز این ساس آماده نمیکنین فرق نمیکنه هیچ تغییرات یا دمزیش یا شکل دیزاینش نمیاد دوست عزیز فقط اگر آماده نمیکنین دیگه هیچ آماده نکنین فرق نمیکنه فقط همین که بله باید که دیدیم که کدو آب داشت روز عزیز ولی باید یکم حرارت باید بخوره و حرارت زیر هم روشن میکنیم خب مواد داخلش هم دوست عزیز آماده است و اندازه 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم داخل مسکه آرد در داخل مسکه که اضافه کردیم دوستا خوب یکمک سرخش میکنیم سرخ زیاد نیست فقط یکمی کمی خامبویی خود از بین ببره و ببینیم که
آها، باید پیاز رو پیش روی باید بکنیم دوستا. احتیاط کنید که روغن نپره در رویتان دوست عزیز و با این شکل. خب نمک، مرچ چیز اضافه نمی کنیم در وایت ساس، در ساس سفید ببخشید. یک کمک آب اضافه می کنیم دوستای عزیز و بسیار کم، به خاطر که باید تیره باشه، شکلی که لیتی آماده کرده باشین اگر دیده باشین دوستا به مو شکل. خب یک کم دیگه هم آب اضافه می کنیم. و فقط یک کم مازه تخم گشنیز اضافه می کنیم دوستا، بسیار کم. ساس هم میمونیم دالت جوش خوردن و ما حرارت کدو را که بر سرخ کردن گذاشته بودیم خاموش میکنیم دوستا و کدو را از داخل روغن میکشیم. ببینید دوستا زمانی که کم تفت میگیره یا تفت میخوره بسیار یک همه دیگه هم خواب فکر میکنم که حرارت شخ خاموش میکنیم و بسیار کم. خب دوست عزیز ساس سفید هم آماده استک. خب میریم به طرف داش و اینه اینجا میگذاریم، داش هم روشن میکنیم، حالا با میگیریم دوست عزیز. خب نیاز نیست که روی قالب چرب کنیم، فقط به این شکل، به خاطر که کدوار روی روغن چرب کردیم دوست عزیز نیاز نیست که ما باز دوباره روی قالب چرب بکنیم. آها، به این شکل دلمه ها را میچینیم و موادش داخلش پر میکنیم. خب در جریان وقفه دوست عزیز ما هم پنیر از داخل گوشه کیما برآمده رنده کردیم و داخل یخچال مانده میشه و حالا میخواییم که مواد داخل به می شکل دوست عزیز. و اگر شما هم دوست عزیز زمانی که کدوگک، اگر دلمی کدو آماده کردین، وقتی که کدوگک هم مغزش خالی کردین، بعد از او کم نمک باید فراموش نکنم، باید یادآور شم، رویش پاش بتین، چند دقیقه بگذارین که آبش هم دوستای عزیز کاملا برایه، یعنی برطرف شود و همچنان بعد از او باز داخل روغن که سرخش کردین و می شکل کاملا آب خود خشک می سازه و بعد از سرخ شدن اصلا دلمه ها هیچ آب نمی داشته باشه. اگر شما تا حالا از کدوگک آماده کرده باشین به این شکل سرخ نکرده باشین دوستا، من مطمئن هستم که آب کشیده و شما هم علتش نفهمیدین که در اثر چی چقدر آبدار آمده. وقتی زمانی که روی بشقاب بکشینش باز آب خود جدا میکنه. خب دوستا بله دلمه هم به این شکل آماده شد و باید پرودیسر برنامه هم میگه که یک ذره عجله کو زود کو و ما هم دوستا به مخاطر یک کمکه. خب ساس سفید یک قاشق رویش به این شکل دوست عزیز بله ببینین دلمه رو بسیار خوشمزه میسازه دوستا. مطمئن هستم که شما اگر آماده کنین خوشتان می آید. باز مزیش یک دفعه ببینین که چقدر مزه‌دار است و همیشه باز در هر دلمه‌ای که آماده کردین دوستا شما از ساس سفید آماده می سازید.
خب پنیر هم میگیریم دوستا و یک عدد بادمجان رومی را هم به شکل یکک برگ بادمجان رومی را به این شکل دوستا میمونیم و پنیر. بله، اگر خواستین که دلمای داشی آماده کنین دوستا، پنیر نیاز است، باید پنیر پیتزا استفاده بکنین داخلش. خب دوست عزیز، پنیر هم به این شکل اضافه کردیم و داش هم گرم است و میریم به طرف داش و میگذاریم دلمه ها داخل داش که آماده شود. خب اجزای دل داش گرم بود و گذاشتیم قالب داخل داش تا که آماده میشه. یک وقتی کوتاه دوباره داخل. مواد لازم: دلمه کدوگک، گوشت سرخی ماشین شده 200 گرم، کدوگک 4 عدد، پیاز 1 عدد، سیر نیم قوزه، مرچ دلمه 1 عدد، رب 1 قاشق، بادنجان رومی 2 عدد، مرچ تند 2 عدد، مسکه 2 قاشق، آرد ترمیده 2 قاشق، قیماق 2 قاشق، پنیر پیتزا به مقدار لازم، تخم گشنیز 1 قاشق، مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم. خب جان، سپاس از اینکه تا ایدن با ما همراه بودین. دوستای عزیز، دلمه‌ای را که آماده کردیم داخل داش هست و یعنی آماده شده و ما هم داش خاموش کردم دوستای عزیز تا که یکم خود سرد بسازه. خدا کنه که برنامه را به دقت کامل دیده باشین، کدام مشکل انشاءالله نیست و قسمی که گفتیم از نگاه ساس صفحه. دوستای عزیز، شما اگر آماده نکنین فرق نمی کنه، ولی اگر آماده میکنین موادش را دسترستان است خوبتر است، مزیش خوب میشه. خب میریم به طرف داش و بله، قسمی که گفتیم داش خاموش کرده بودیم دوست عزیز، فقط دلمه را از داخل داش بیرون میکنیم. بله، پنیرش بسیار خوب سرخ شده، رنگ بسیار خوب را به خود گرفته و مطمئن هستم ذائقهشون بسیار عالی است و نگفته نمانه که مس بادرنگ هم دوست عزیز یک دو دانه گل بسیار خوب ساختیم برای دیزاین بشقاب. بله، همراهی تام بخش فقط یک دو دانه شد دوست عزیز روی بشقاب قرار میتیم. باید بله دوستات کفایت میکنه همین دو عدد دلمه را که روی بشقاب ماندیم. خب انشالله که طرز تهیش را دیدین دوست عزیز، موادی که داخل کردیم شما میتونین به جای گوشت کوفته از گوشت مرغ آماده کنین، میتونین به جایش از گوشت ماهی استفاده کنین، میتونین به جایش دوستا از ترکاری یا تمام سبزیجات استفاده کنین. فقط مهم ذائقهش است که ذائقهش را برابر بسازین و تست بسیار خوب داشته باشه تا بتونین زحمتی که میکشین به غذایی که آماده میکنین لذت خوب داشته باشه. خب میریم به طرف میز دوستا و عزیزایی که پیام گذاشتن پیام هایشون رو به خانش میگیریم. خب دوست عزیز، بازم تشکری میکنم از شما عزیزایی که تا ایدم برنامه رو بیننده بودین و همراهی ما کردین و خدا کنه که از برنامه هم مستفید شده باشین، موادی که آماده کردیم به دقت کامل دیده باشین و شما هم آماده کنین. خب عزیزایی که پیام گذاشتن، سوفیا جان سروری از هلند گفته که سلام تقدیم، خب گفته برالویزی که آشپز بسیار خوب، مجری بسیار خوب، یک گوینده بسیار موفق. تشکر میکنم خواهر عزیز، سلام های مرا هم پذیرا شوین و گفته که اگر امکانش باشه برای ما یک کیک میوه‌ای آماده کنین. حتما چرا نه،
فریبا جان روفی از جرمنی گفته که من زیاد علاقه مند برنامه هایتان هستم، زنده و سلامت باشین. گفته که خب یه خواهش دارم، اگر شب بر ما حلیم آماده کنین. چرا نه خواهر عزیز، گرچه یک بار ما حلیم آماده کردم از گندم و برنج، ولی کوشش میکنم هی بار هم از اوتس ملک برای شما آماده کنم یا از کوبیده گندم. باز هم میخوایم در برنامه برای شما حلیم آماده کنم، گرچه هوا گرم شده میره، ولی حلیم به خاطر که مزاج بسیار گرم داره از طرف زمستان یا در هوای سرد نوش جان میشه. خب دیو جان سحاک از جرمنی هم خواهر ما تماس گرفتن، یعنی پیام گذاشتن، گفته که و بسیار تعریف توصیف کردن از غذاهایی که ما در برنامه آماده میکنیم. گفته که ما تمام غذاهایی که تو خود در برنامه آماده میکنیم ما یک بار امتحان کردیم، همیش حالی است و ما بسیار چیزا از این برنامه یاد گرفتیم. خب برنامه خودتان است خواهر عزیز، تشکر از اینکه تعریف توصیف از برنامه کردین. زنده و سلامت باشین. من هم کوشش میکنم که از یوم کده خوبتر و بهتر برنامه خوب را تقدیم شما عزیزا بکنم، غذاهایی که مورد پسند شما هست بر شما آماده بسازم. بهار جان امیر گفته که بهار جان امیر هستم و دوست جدیدتان در فیسبوک و گفته که اگر امکان باشه که سبزی چلو برای ما آماده کنین. خدا کنه برنامه را دیده باشین. ما در شبهای سال نو سبزی چلو آماده کردیم، غذایی بود که باید در شروع سال نو همگی ما و شما آماده کنیم شبهای سال نو و از خوردنش مستفید شویم. خدا کنه که برنامه را دیده باشی خواهر عزیز و سبزی چلو ما هم آماده کردم و تشکر از اینکه سلام برای ما و برای تمام همکارایم فرستادین. سلام های ما را هم پذیرا شوین. زنده و سلامت باشین، هر کجای کسین زندگی خوب خوش را داشته باشین. خب دوست عزیز، پیام های دوستای ما زیاد است و ولی وقت برنامه ما کم است، ما هم ناگزیر هستیم از حضورشان، از حضور شما مرخص شویم و اگر میخواین که تماس بگیرین یا تماس برقرار کنین دوست عزیز، پل ارتباطی بین ما و شما 0775959 یعنی 59 59 59 دوستا، و یا همچنان میتونین به صفحه فیسبوک ما مراجعه بکنین، لایک بکنین و کامنت ها زیبایتان مثل ای هیزایی که پیام مانده بودن، ما هم پیام های شما را به خانش میگیریم دوستا و میتونین از اون طریق برنامه ما را هم بیننده باشین. تا برنامه بعد دوست عزیز که یعنی فردا شب در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم، شما را به خداوند میسپاریم. شاد و موفق باشین هر کجایی که هستید.